امروز درباره شوخی شهروندان شهروندان خشمگین و ناراضی با مردن رئیسی و همراهانش هست که در سانحه سقوط بالگرد در آذربایجان شرقی از دنیا رفتند و این قدری که مردم خوشحال شدند حد نداره شاید به شکل میلیونی 80 میلیون خوشحال شدند یک درصدی هم که طرفداران اینها هست و همجین و ناراحت هرس خوردن حالا مطلبی رو در فضای مجازی دیدم که نوشته شخصی به نام پویا سیاه پوش بود بسیار مطلب جالبی بود که طرز هست در رابطه با مرگ رئیسی و همراهان نوشته شده که نفرت گسترده مردم و ناامیدی اونها از ایجاد تغییر در ایران از راه های آمیز بی نتیجه بود و حالا مردم در رابطه با تنزهایی که برای رئیسی و همراهانش ساختن چند مورد رو بررسی کردم مرگ ابراهیم رئیسی در سانهه سقوط بالگرد یک بار دیگر شکاف و دوپارگی و دو دستگی در جامعه ایران را آشکار کرد اولیتی در فضاهای شهری مانند میدان ولی عصر تهران یا حرم امام رضا یا در قوم دست و سر گرفتند و دعای توسل خواندند و گریستند و گویا بر مزار قاسم سلیمانی در کرمان هم مراسمی بوده است گریه کردند غستو خوردند از مرگ این جلات ولی مردم مردم عمومیت ایران به شکل حجر و فکایی نظرات خودشون رو با خشمی فرو خورده که عیان شده است و سرخورده از زندگی در حکومت اسلامی هستند برخی شهروندان هم با شنیدن خبر سقوط بالگرد در شهرها به نشانه شادی یا تشبازی کردند و یا فشفشه روشن کردند که این خوب هوامون دیدیم و بدونیم. در همه فرهنگ ها و حجم در رسانه های رسمی و نیمه رسمی در اینترنت، در شبکه های تلویزیونی و حتی در عرصه های سیاست، سیاست رسمی وجود داره. در ایران قبل از سال 57 هم انقلاب مشروطه رو اگر بررسی کنیم و بازگردیم به با اون دوران روزنامه به نام ملا نصردین بود که در باکو منتشر میشد و از پیشگامان فکایی و زمین ساز پدید آمدن این شیوه روزنامه نگارین و حتی برنامه سازی است. در دوران مشروطه نشریه ملا نصردین 21 نشریه فکاهی به وجود آمد که برخی از آنها مانند کشکول و نسیم شمال جریان ساز بودند. باید توجه داشت که بلدان نسدین در آن ایام 25 هزار نسخه فروش می رفت. اون هم با اون جمعیتی که در دوران مشروطیت بوده بسیار فروش خوبی بوده. از همینجا بیتونیم دریابیم که اصولا فکاهی یک شیوه برقراری ارتباطه گسترده با مخاطبان عام و یا مردم عام بوده است تنز و فکایی در افراد و شخصیت های سیاسی و اجتماعی و رویدادها اونها رو برجسته میکنه نقاط ضعف و نقص اونها رو مورد انتقاد قرار میده یا به تمسخر میگیره شیوه بیان تنز و فکاهی هم معمولا بر تاکید روی یک جنبه و اغراق و یا نادیده گرفتن برخی جنبه های دیگر است در هر حال فکاهی جنبه سرگرمی و شوخی داره و هرچه زبان اون گزنده تر معمولا مخاطبان بیشتری هم به دست میاره بنابراین معمولا قضاوتهای اخلاقی بر نمیتابد مطالبی تنز و فکاهی در رابطه با ابراهیم رئیسی رو اینجا برمیشو بارم. ابراهیم رئیسی و حیوانات وحشی ورزقان منطقه‌ای که بالگرده عامل رئیسی در اونجا سقوط کرد از مناطق جنگلی و کوهستانی آذربایجان و پر از حیوانات وحشی از جمله خرس و گرگ پس از شناسایی محل سقوط بالگرد با و با فرارسیدن تاریکی شب وجود حیوانات وحشی در منطقه شوخ طبیعی مردم خشمگین بر علیه جمهوری اسلامی رو برانگیخت چند نمونه رو اینجا عنوان میشه دعای هشتاد میلیون ایرانی پشت سر حیوانات اون جنگله گفتن دیگه سگهای زندیاب جواب نمیده کفتارها رو بفرستید دنبالش پدرزن رئیسی رو فرستادند این یک نکته است نکته دومه اولش که دعای هشتاد میلیون ایرانی پشت سر حیوانات اون جنگله دومیش هم همین است که خوندم سومی رئیسی رفت گردش خرسه گرفت و خوردش مقام های جمهور اسلامی از همان آغاز خبررسانی این واقعه در رسانه ها در باره سقوط بارگرد حامل رئیسی از تعبیر فرود سخت به جای کلمه سقوط استفاده کردند مقام های قضایی هم به رسانه ها و خبرنگاران هشدار دادند که در چارچوب تعیین شده باقی بمانند فرود سخت به زودی مانند تعبیر انتقام سخت در زمان به رسیدن قاسم سلیمانی دستمایی شوخی و فکاهی شد یک نکته فکاهی دیگه حیوانات جنگل هنگام فرود سخت یه بابایی گفته بود از آسمان پسته میاد اما آخوند داره میاد نکته دوم تصویر دو گرگ گرسنه با این توضیح گرگا وقت رسیدن به عضو خصوصی است حتما بیاد دارید که اوایل اسفند سال گذشته ها خبر داده بودند که حمای سعادت پرنده اساتیری که نوعی کرکس هست در طالقان دیده شده بر اساس های ایرانی سایه این پرنده بر سر هر کسی بیفته به سعادت و کامرانی میرسه با تکیه بر حضور ابراهیم رئیسی در تاریکی شب در جنگل های در حلقه حیوانات وحشی برخی خبر دیده شدن همان امای سعادت را هم یادآور شدند دیده شدن پرنده اساتیری امای سعادت مردم ایران رو قبلا خوشحال کرده بود در یکی از فوکای نویسی ها در همین رابطه تصویر هلیکوپتر دولت رئیسی در کنار تصویر همای سعادت منتشر شده بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه دولت رئیسی در مقابل با محمد جواد ظریف در مجموع حضور کمرنگی داشت. این هم از دستمایه های فکاهی بود. تصویر دگرگ وحشی با این توضیح درازه می گفت من وزیر خارجه ام نکتش تو این بود که درازه منظورش عبداللهیان هست که وزیر خارجه بوده گرگا دارن نکته رو میگند در جریان قیام ژینا حسین عبداللهیان در سفری به بوسنی در انکار کشتار محترزان گفته بود در ایران کسی بر اثر که گلوله کشته نشده است برخی شهروندان عکس خندان امیر عبداللهیان رو منتشر کرده بودند با این توضیح که در ایران کسی با هلیکوپتر یا همون بالگرد کشته نشده است. برخی کاربران یادآوری کرده بودند که هلیکوپتر در حوالی روستایی به نام گردولار به معنای گرگ ها سقوط کرده است. بنابراین در مجموع تاکید در فکاهی های مربوط چاشنی دلخوری امیر عبداللهیان از ندیدی گرفتن او بر همین گرج های گرسنه بود. معمولا در فکاهی باید اشتباهات، زعف و مسائلی از این دست رو نشون داد تا تناقضاتی آشکار بشه. اشتباهات و زعف از مشروطه به این سو گسترده و امکانات و مهمتر از آن امید مردم به تغییر از راه های آمیز کاهش پیدا کرده است و ناگوزی تنز و فکاهی و سمبل هم رنگی از پرخاش و نفرت به خود گرفته و بی شده است. در یکی از جملات فکاهی تصویر گرگی که معلوم است دلی از عذا در آورده منتشر شده و با این توضیح که نوشته لاقل یک دوغ توی هلیکوپتر میذاشتید که بره پایین. یعنی بعد از میل کردن گوشت های این عرازل و باش این جمله رو نمیشتند از نحوه امدادرسانی کمبودهای ساختاری جمهوری اسلامی آشکار شد این کمبودها هم با استفاده از تم حیوانات وحشی دستمایه برخی کاهی ها قرار گرفت. جمله دیگر اینجا نوشته نوشته امدادگران به یه گرگی میرسن میگن آقا گرگه این اطراف ندیدی هلیکوپتر سقوط کرده باشه گرگ میگه نه اینم یک تنز دیگری در رابطه با رئیسی البته بسیار هست این تنز ها من رو برای شما گفتم حالا یک تنز تصویری پخش میکنم که در ازاداری که خامنه ای داشته در بیت رهبری که معمولا از این ازاداری ها هست صادق آهنگران هم که بلبل خمینی بود در دوران جنگ که دیگه گل سرسبد همه روز خون ها و نوح خون ها هست معمولا جلوی خواب میاد و شعرهایی رو میخونه حالا بر اساس رئیسی و مرگ رئیسی یک میکسی شده یک تنزی رو با صدای صادق آهنگران رو بشنوید که بد نیست حسن ختام این برنامه بشه شما دوستان هم لطف کنید شیر کنید کامنت بذارید لایک کنید که دیگران هم ببینن اگر دوست داشتید در پایین ویدیو کلمه انگلیسی تنکس که در پایین همه ویدیو ها هست روی اون هم کلیک کنید و ما رو یاری کنید توجه کنید به این فکایی تنز موسیقی رئیس جمهور تو یه شده رئیس جمهور گام شده رئیس جمهور روح گردان شده رئیس جمهور گام شده رئیس جمهور, جمهور تو بار گا شده رئیس جمهور گم شده رئیس جمهور روح سرگردان شده رئیس جمهور گم شده رئیس جمهور تومه گرگا شده رئیس جمهور گم شده رئیس جمهور روح سرگردان شده رئیس جمهور گم شده رئیس جمهور تومه گرگا شده رئیس جمهور گم شده رئیس جمهور روح سرگردان شده جمهور تامه گرگا شده رئیس جمهور گم شده رئیس جمهور روح گردان شده رئیس جمهور گم شده خب امیدوارم از این صحبت ها از این طرز ها و فکاهی هایی که در رابطه با مرگ رئیسی که از سر خشم مردم اینها گفته شده و مردم بی صلاح که همیشه کشته میشن، اعدام میشن، زندان میرن و هزاران مصیبت بر علیهشون در جمهوری اسلامی بوده از ترس اینکه اگر بیاین یعنی اعتراض کنند با همین فکاهی و ترز دق دلی خودشون رو خالی میکنند اما امیدوار باشید مردم عزیز به زودی مردم میلیونی متحد میشن و شر این آخوندها رو خواهند کرد. Bedrūt.